سلام و وقت بخیر میگم به همه شما بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید. من میثم عتیق هستم و به همراه سایر دستان در کاران مجموعه برنامه رویدادهای امروز یک شنبه 15 مرداد 1402 برابر با 6 اوت 2023 رو تقدیم حضور شما میکنیم. نگاهی به سرخط مهمترین اخبار. تجمع سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی در یک شنبه اعتراضی دیگری در شهرهای نظیر شوش، اهواز، شوشتر و دسفول برگزار شد. روز شنبه 14 مرداد ماه رژه رنگین کمانی ها در شهر استکهلم سوئد با حضور 10,000 نفر و همچنین حضور اعضا و فعالین سازمان جوانان کمونیست و حزب کمونیست کارگری برگزار شد. رئیس سازمان آتش نشانی شیراز از فوت 4 کارگر افغانستانی در یک کارگاه تفکیک زباله در روستای گچی شیراز بر اثر خفگی درون یک چاه خبر داد. و اما اوکراین و 7 کشور دیگر اروپا به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی در خصوص کمک نظامی حکومت اسلامی به دولت روسیه در جنگ اوکراین پیوستند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان هم اعلام کرد که تاکنون 22 هزار معلم پتیشن برای آزادی معلمان زندانی را امضا کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرد که در پی راه‌اندازی کمپین 100 هزار امضا برای آزادی معلمان زندانی طی 1 ماه بیش از 22 هزار نفر از معلمان شاغل و بازنشسته با امضای خودشون از این کمپین حمایت کردند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی معلمان زندانی شدند. طبق اعلام شورای هماهنگی در حال حاضر بیش از 11 نفر از فعالین جنبش معلمان در بند هستند. افرادی از جمله اسماعیل عبدی، رسول بداغی، فرزانه ناظرانپور، جعفر ابراهیمی، هاشم خواستار، امید شاه محمدی، عزیز قاسمزاده، محمود صدیقی پور، انوش عادلی، حسین رمضانپور، مهدی فتحی و جعفر ابراهیمی. این افراد در حال حاضر در زندان به سر میبرند یا تحت بازداشت موقت هستند. در رابطه با این موضوع و این کمپینی که معلمان سازماندهی کردن میخوایم صحبت بکنیم با شهلا دانشور، دبیر کمیته سازماندهی حزب کمونیست کارگری ایران. سلام، خوش آمد دارم به شما شهلا دانشور. خب کمپین 100 هزار امضا برای آزادی معلمان زندانی 1 ماه شد. شما بعد از گذشت 1 ماه چه ارزیابی از پیشروی این کمپین داریم و فکر میکنین تا الان چه تأثیراتی رو به همراه داشته؟ به شما بینندگان گرامی سلام دارم. خب این یک اقدام مهمه. وقتی میگه 100 هزار امضا، بیش از هر چیز یک جلب توجه اجتماعی هست که میتونه بازتاب جهانی داشته باشه. و همینجا بد نیست من اشاره کنم که من به عنوان سخنگوی کمپین برای آزادی کارگران زندانی تلاش کردیم این کمپین رو به اتحادیه بین‌المللی معلمان و سطح جهانی معرفی کنیم. ببینید، اولین خاصیتش همینه. و توی خود این کمپین اعلام شده بود که شرط امضای اون فقط معلم بودن نیست و همه مردم میتونن بپیوندن. دلیلش هم روشنه، مبارزاتی که معلمان داشتن و دلایلی که این معلمان الان در بازداشت هستن مسائلی است که به کل جامعه مربوطه. معلمان خواهان تحصیل رایگان برای تمام کودکان هستن، علیه فقر و گرانی هستن، علیه اختلاس و دوزی ها، برای علیه تبعیض، علیه امنیتی کردن مبارزات، و به همین دلیل باید وسیعا حمایت و پشتیبانی بشه که حالا بعد صحبت میکنیم. و مبارزاتشون بازتاب بسیار اجتماعی داشته. میخوام که یک اقدامشون همین بود که گفتن شرط معلم بودن نیست.
نکته دیگه این که اعتراض اینها به احکام زندان، به ادامه بازداشت‌ها، احکام سنگین زندان، صدور پرونده سازی ها چه در دادگاه ها چه در هیئت های تخلفات اداری و صدور احکام مثل اخراج، مثل بازخریدی، مثل تبعید، مثل بازنشستگی اجباری، انفصال از خدمت برای صدها معلم، اینا موضوعات اعتراض است و در واقع به کارزاری علیه سرکوبگری های حکومت که گسترده ترین حملات و حکومت به معلمان کرده تو این چند ساله، به خاطر اینکه مبارزات معلمان جایگاه اجتماعی بسیار وسیعی داشته، بسیج اجتماعی وسیعی تونسته بکنه و یه فاکتور مهم تو توازن قوای سیاسی جامعه است و همین الان هم میبینید که در آستانه سالگرد انقلاب احضارها شدت پیدا کرده. خب اینکه چه پیشروی داشته، 22,000 امضا خودش یه قدم بسیار مهم هستش تو این راستا. در این حال فقط این 22,000 امضا نیست، کانونهای صنفی معلمان از شهرهای مختلف به این کارزار اعلام همبستگی کردن، بیانیه دادن و در این حال مثلا اسماعیل عبدی از درون زندان اعلام حمایت و همبستگی کرد و به این شکل وقتی به این ابعاد از همدلی و همبستگی نگاه میکنیم، اون وقت نشون میده که چه جایگاهی داره. کلن معلمان مبتکر کارزارهای علیه امنیتی کردن مبارزات بودن، علیه سرکوب بودن، دیدارهای همبستگی یا علیه فراموشی، اینها گفتمان هایی که برای زنده کردن یاد عزیزانی که تو زندان هستن همواره به راه انداختن، دیدارهایی که با خانواده های معلمان زندانی داشتن و این اقدامی هست که تو یک چنین بُعد اجتماعی جریان داشته. خب شهلا دانشفر، با توجه به همه این نکاتی که گفتین، در اینجا میخوایم ببینیم چطور میشه این کمپین رو بهش پیوست و این پتیشن رو امضا کرد. لینکی که در تصویر تا لحظاتی دیگه ملاحظه میکنید صفحه رسمی این پتیشن هست که توسط شورای هماهنگی سازماندهی شده. همونطور که میبینید در ابتدا متن بیانیه این کمپین وجود داره و بعد از اون روش امضا کردنش که ما در اینجا میخوایم روی اون فوکوس کنیم. شما تنها کافی هست به عنوان یک امضا کننده نام و نام خانوادگی خودتون، شهر محل خدمت و همینطور اگر معلم شاغل یا بازنشسته هستین رو در قسمت بعد قید کنید و همینطور استانی که در اون اشتغال دارید. در آخر هم طبیعتاً گزینه سابمیت رو میزنید و همین سادگی میتونید به این کمپین بپیوندین و با این 22,000 نفری که تا الان پیوستن به این کمپین همراه بشین. اما در این رابطه نکاتی رو هم شورای هماهنگی به تازگی در اطلاعیه خودش مطرح کرده، من اونا رو هم سعی میکنم اینجا بگم خیلی سریع. در رابطه با این کمپین آپدیت کرده شورای هماهنگی و گفته لینکی که مشاهده میکنید و من الان دارم نشون میدم، این لینک فیلتر نیست و به راحتی از طریق پیامک و همراه عبارت لطفاً امضا کنید قابل ارسال است. همکارانی که تا امروز امضای خود را ثبت کرده اند نباید دوباره امضا کنند و همینطور همچنان امضا و ثبت مشخصات به معلمان شاغل و بازنشسته اختصاص دارد. برای دسترسی به این لینک هم کافی هست به خود شورای هماهنگی یا سایر صفحات مربوط به تشکل‌های صنفی معلمان مراجعه کنید و لینک به راحتی در رسانه‌های اونا قابل دسترس هست. برمیگردم به شما شهلا دانشفر. یک نکته که اینجا میخوایم مطرح کنیم، میدونیم که عمده این معلمانی که الان در زندان هستند از جمله کسانی هستند که جز دستاندرکاران و سازماندهندگان تجمعات سراسری معلمان بودند، یعنی زمانی که ده ها هزار معلم در کف خیابان ها بودند و الان در زندان هستند. شما فکر میکنید در برابر حکومتی که با یک انقلاب روبرو هست و ابعاد سرکوبش رو همه شاهدش هستیم، چنین اقدامی، چنین کارزار اینترنتی میتونه کفایت داشته باشه، کافی باشه برای آزادی معلمان زندانی؟ به نظر من به هیچ وجه کافی نیست. این کارزار هم تو که گفتم
توجه جامعه رو جلب میکنه، توجه توده معلم رو جلب میکنه و یک نوع در واقع التیماتوم دادنه. ولی نمیشه تو التیماتوم موند، باید تبدیل به حرکت اعتراضی بشه. ببینید همین الان مرتبا بازنشستگان تجمع دارن، همین بازنشستگان معلم، معلمان بازنشسته هر سه شنبه تجمع دارن و اتفاقا یک شعارش معلم زندانی آزاد باید گردد. تو همین تجمعات این مدت عکس های معلمان زندانی رو به دست گرفتن. خب معلمان شاغل بود وسیع به این تجمعات بپیوندن و این یک شکل از این حرکت است. بله بخش های دیگه جامعه با بیانیه های حمایتی میتونن بپیوندن به این تومار، بگن ما از این کارزار حمایت و پشتیبانی میکنیم و در این حال میشه حتی فراخوان داد به تجمعات اعتراضی خیابانی علیه سرکوبگری ها و دستگیری ها و در حمایت از این کارزار. به نظر من این کارزار حتما و حتما باید به اکت خیابانی، به اعتراض، به تجمع، به همون التیماتوم هایی که خود شورای هماهنگی بارها و بارها گفته که اگر اقدام نشود، اگر آزاد نشوند، اگر به این پرونده سازی و ادامه یابد، اشکال دیگه از مبارزه را حق خودمون میدونیم به دست خواهیم برد، باید دست برد. و این تو این شرایط هم ممکنه تجمعات بازنشستگان داره نشون میده ممکن بودن شد، تجمعات کارگری اینجا و اونجا داره نشون میده و به ویژه معلمان هم تو که شما گفتید محبوب جامعه هستند، توجهات بهشون هست و اگر چنین اتفاق بیفته بدون شک با حمایت وسیع اجتماعی روبرو میشن. از این زاویه من تأکیدم اینه که باید در تدارک چنین سطحی از اعتراض بود و چنین سطحی از همبستگی. بله، اما شما به حمایت ها اشاره کردید، اینجا لیستی با من هست در رابطه با همه حمایت هایی که از کمپین 100 هزار امضا برای آزادی معلمان زندانی عنوان شده. کانون صنفی معلمان ایران تهران، انجمن صنفی فرهنگیان استان مرکزی، کانون صنفی معلمان اسلامشهر، کانون معلمان همدان، انجمن صنفی معلمان کردستان، انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی و انجمن صنفی معلمان فارس از جمله تشکل‌های معلمان بودند که با بیانیه‌های جداگانه اعلام حمایت رسمی کردند از این کمپین. اما یک بیانیه مشترک هم داشتیم از سایر بخش‌های جامعه که با معلمان در این رابطه همراه شدند. چهار تشکل به نام‌های سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان هم در بیانیه مشترک از این کمپین حمایت کردند. اما همونطور که شهلا دانشور هم اشاره کرد، اسماعیل عبدی هم در نامه از زندان کچویی کرج به تاریخ 21 تیر ماه از این کمپین حمایت کرده و از همه دستاندرکاران و معلمان امضا کننده این کمپین قدردانی کرده. فرصت کوتاهی به برنامه‌مون باقی، از شهلا دانشور از شما میخوام عنوان دبیر کمیته سازمانده حزب کمونیست کارگری ایران پیامتون رو به معلمان در رابطه با این کمپین برای آزادی معلمان زندانی و همینطور اقدامات دیگه‌ای که در این رابطه میشه کرد رو بگیم. بله، قبل از هر چیز به هم درود میگم به این عزیزان که مبتکر چنین حرکتی بودن و درود میگم به همه اون 22 هزار نفری که چنین حمایتایی کردن، به اسماعیل عبدی، به همه این تشکل‌های صنفی معلمان. و در این حال فراخوانم اینه که تمامی کانونای صنفی معلمان و تشکلهای معلمان در سطح سراسری باید وسیعاً به اون بپیوندن و باید از همین طرقی که شما اشاره کردید به امضای خودشون پای این پتیشن بذارن و با گفتمانهای خودشون حتی میتونن اعتراض خودشون رو به ادامه این بازداشت ها و این دستگیری و پرونده سازی ها اعلام بکنن. مدیای اجتماعی باید موج بزنه از این حمایت، بسیار بسیار مهمه و بدون شک تاثیر میذاره بر سرکوبگری های حکومت و عقب میزنه و اجازه نمیده که حتی تو بخش های دیگه هم دست به چنین سرکوب هایی بزنه.
و در این حال از بخش های دیگه همونطور که بود چهار تشکر شما اینجا اشاره کردید، نیشکر هفتپا و بازنشستگان خوزستان غیره، بیانیه مشترک دادن در همبستگی، باید شاهد بیانیه های مشترک از جانب بخش های دیگه باشیم، باید شاهد این باشیم که در تجمعاتی که در خیابان همین الان صورت میگیره یک شعار معلم زندانی آزاد باید گردد باشه، عکس اونا در دستشون باشه و نه فقط این زندانی سیاسی آزاد باید گردد، و این باید شعار اعتراضات شبانه در آستانه سالگرد انقلاب باشه و ما با این نوع اعتراضات در واقع عزم جزم خودمون رو برای باز کردن در زندان ها نشون بدیم. و در سطح بین المللی همینجور توصیه من شورای هماهنگی تشکلهای صنف فرهنگیان همین بیانیه رو بازتاب بده تو سطح بین المللی با اتحادیه بین المللی معلمان، و ما هم به سهم خودمون این کار رو کردیم و ادامه خواهیم داد. سپاس از شما شهلا دانشور. متشکرم. بینندگان گرامی، به پایان بخش اول مجموع برنامه رویدادهای امروز رسیدیم. همچنان همراه ما در تلویزیون کانال جدید باشید. تا ساعتی دیگر برمیگردیم شما با برنامه رویدادها و موضوعی دیگر.